از سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران دعوت کردیم تا پیرامون این خبر تحلیلی داشته باشند. آقای آموزگار، با سلام و عرض ادب و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای آموزگار، دلیل سکوت بین المللی مخصوصا برخی از کشورهای مسلمان که در رابطه با کشتار و نسل‌کشی مسلمانان در نقاط مختلف دنیا برخورد دوگانه‌ای دارند چیه؟ بفرمایید. و بینندگان عزیز، همینطور که فرمودین، بعضی از نقاط رو، بحران‌هاش رو متأسفانه هم رسانه‌های دنیا و هم رسانه‌های کشور خودمون پررنگ‌تر می‌کنن. نمونه بارزش مسئله غزه، مسئله بسیار خونبار غزه و غم‌انگیز غزه هستش، در صورتی که مسلمان‌ها در نقاط مختلف جهان متأسفانه زیر ضرب فشارهای کشورهای مختلف هستند. چین و برنه هستش که اسم بردیم و همچنین هند. دو تا دلیل عمده میتونه داشته باشه این قضیه. یکی سیاسی کاری و روابطی که کشورهای مختلف با هم دیگه دارن و میتونه عدالت رو بسیار زیر پا بگذاره، و دیگری مسئله اقتصادیه که عدالت رو تحت شعاع قرار میده. در مورد برمه که این اقلیت مسلمان تحت ستمترین اقلیت جهان شناخته شدن بارها و سازمان ملل هم وارد شده در قضیه، خیلی قضیه فجیع‌تره. الان شروع کردن هندوهای افراطی به سر بریدن مسلمان ها، آتیش زدن خونه های اونا و حتی زنده سوزوندنشون، و اینا حتی در حدی مجبور به فرار از کشور شدن که کشورهای همسایه هم که ظرفیت این که این مسلمانای مظلوم رو بپذیرن ندارن. بله، با تشکر از سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی که از تهران دعوت ما را پذیرفتند و پیرامون این خبر تحلیل ارائه دادند.